درود بر شما. 20 بهمن ماه 1402 خورشیدی و 9 فوریه 2024 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به اقتصاد ایران و وضع مردم در قبل و بعد از انقلاب 57. پرده آخرم آخر برنامه. میخوایم ببینیم که چرا پول الان انقدر بیارزش شده، مردم نمیتونن خرید بکنن، با وجود اینکه ظاهرا پول تو دست همه مردم زیاده. اما الان چند دهه است که به هر کی میرسی میگه وضع خیلی خرابه، مردم نون ندارن بخورن، فقر مطلق 50% جمعیت 85 میلیونی یعنی نزدیک 45 میلیون نفر. این آمارایی است که در داخل ایران گرفته شده و منتشر شده، متکی بر مرکز آمار ایران و رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر کردن. بیکاری 1/3 نیروی کار کشور، تحصیل کرده های دانشگاهی که نزدیک 50% بیکارهای کشورن، یعنی دیگه از 3 نفر 4 نفر بیکار یکیشون تحصیل کرده دانشگاهی، نه از هر 2 نفر بیکار یکیشون تحصیل کرده دانشگاهی. فرار مغزها و مهاجرت نخبگان از کشور و غیره و غیره. قبل از انقلاب 57 این وضع رو مطلقا نداشتیم، کمتر میشنیدیم یا واقعا نمیشنیدیم کسی بگه وضع مردم خرابه. پس چرا انقلاب شد؟ دلایل اقتصادی انقلاب 57 چی بود؟ ببینید، برگردیم به اون موقع. اقتصاد ایران از سال 1345 خورشیدی، یعنی 12 سال قبل از انقلاب، تا سال 1355 خورشیدی، در 10 ساله منتهی به 2 سال مونده تقریبا به انقلاب 57، یک رشد 11% رو پشت سر گذاشته که در علم اقتصاد بهش میگن معجزه اقتصادی. 10 سال 1345 تا 1355، 11 رشد اقتصاد ایران 11% بود. سال 1355 با زیاد شدن درآمد نفت به طور ناگهانی که علتهاش یکی ظرفیت تولید میرسه به 6 میلیون بشکه در روز تولید نفت و قیمت ها هم ناگهان بالا میره، موضوع شاید شنیده باشیم پترو دلار ها مطرح شد که از پترول، از نفت، دلارهایی که تزریق میشه به اقتصاد کشورهای نفتی. بعد چگونگی این تزریق این دلارها بسیار مهم بوده است در اقتصاد. آقای دکتر منصور، حسن منصور، در مطلبی در همین زمینه نوشتن: تزریق مبالغ هنگفت دلار رانتدار موجب شد تنگناهای فلج کنندهی بروز کنند، تنگنای زیر ساختها، بنادر، اسکله ها، تجهیزات گمرکی، جاده ها، ناوگان حمل و نقل و نیز تنگنای نیروی کار ماهر و متخصص. وجود تنگناها ها سبب شد که نقدینگی به عرصه های غیر تولیدی سرریز کنند. چرا؟ چون پول زیاده، پول از ظرفیت اقتصادی کشور بیشتره. نیروی کار ماهر برای به چرخش انداختن این پول در عرصه تولید کمه.
بعد این پول میره به عرصه‌های غیر تولیدی، زمین خاری، خرید و فروش زمین، کارهای بساز بفروشی، انواع سفته بازی و گمانه ورزی. قشر جدیدی از راندخاران بر سر ساختار طبقاتی جامعه جلوس کرد و با سرعت رنگ شهرها و اماکن اوقات فراغت نظیر رستوران‌ها، کافه‌ها و کابره‌ها را دگرگون کرد. فساد و باندبازی، بخش‌های اداری ناظر بر زمین و ساخت و ساز و واردات را فرا گرفت. سرعت این تغییر چنان بود که اکثریت مردمی که خود سوار واگن این تحولات نبودند احساس غربت کردند، بروز از خود بیگانگی و اختشاش هویت. افزایش نقدینگی در کنار عدم ارتقای تولید موجب بروز تورم شد. بالا رفتن قیمت‌ها و پس افتادن قدرت خرید با قیمت‌های موجود رکود را به دنبال آورد. مهاجرت روستایی به شهرها و بیش از همه به مادر شهر تهران که به موازات اصلاحات ارضی شروع شده بود و در دو سال 54 تا 56 به دنبال سیلان پترودلارها تشدید می‌شد، در رویارویی با عدم توانایی جذب در بازار کار به رشد حاشیه نشینی انجامید و زاغه های اطراف مادر شهر تهران را پدید آورد. زاغه ها و حاشیه ها چون فاقد نهادهای تولیدی و فرهنگی، بهداشتی و گذران اوقات فراغت بودند، از عهده سازمان دادن به جمعیت 3-4 میلیونی مهاجر بر نیامدند و نتیجه این شد که این جمعیت بزرگ به صورت بیشکل و بیساختار در آید و دریای جمعیت لومپنی را به وجود آورد که هر آینه می توانست بر سر مادر شهر خراب شود و بدین سان مقدمات مادی انقلاب فراهم شد تا با تکانه‌ای سرریز کند. این ماجرای دریای جمعیت لومپنی که آقای دکتر منصور ازش یاد می کنند در واقع همان چیزی است که پایه‌های توده‌ای فاشیسم مذهبی رو در ایران شکل داد و پایه‌های توده‌ای فاشیسم کلاسیک و همین توده‌های در واقع بیشکل حاشیه تولید، یعنی در ایران 57 می‌شود گفت که از روستا کنده و جذب شهرها نشده، به تولید در نیامده، به چرخی تولید وارد نشده، اینها ظرفیت بسیار زیادی داشتن برای همین نکته‌ای که آقای دکتر منصور میگن دریای جمعیت لومپنی به وجود آمد که هر آینه میتوانست بر سر مادر شهر تهران خراب شود و بدین سان مقدمات مادی انقلاب فراهم شد. خب اواخر سال 56 ابراز نارضایی سرگشود و از زبان سخنگویان طبقات متوسط شهری، روشنفکران، استادان، معلمان، شاعران و نویسندگان بازگو شد و جمعیت شهری تشنه گشایش سیاسی را به حرکت درآورد. اون بحثی که هفته پیش داشتیم با آقای دکتر امانت. منتها ورود روحانیت به حرکت انقلابی، جمعیت سرگردان، هویت باخته و فاقد ساختار اسکان گرفته در حاشیه ها را جذب کرد و آنان را به گفتمان دینی که در فقدان نهادهای فرهنگی مدنی در زاغه ها بیش از هر اندیشه دیگری به قامت او راست می نشست مجهز کرد. روحانیت کاری را پی گرفت که از سالها پیش به دست سینمای لومپنی فیلم فارسی پیش برده می شد. این بار قیصر می رفت که در قامت پاسدار و بسیجی و در مقیاس کشوری ظهور کند. در ببینید چه اتفاق اون وقت برای ما، اگه بخوایم راحت ترین شکل در واقع تصویر رو در نظر بگیریم، ساختار طبقاتی یک جامعه رو در نظر بگیریم، اون بخش بورژوازی سرمایه‌دار هر چی اسمشو میذارید و بخش طبقه متوسط و بخش زیرین که به طور کلی کسانی هستند که سرمایه ای از خودشون ندارن و نیروی کارن. این نیروی کار کارگران کارخونه ها هستن،
کارگرای ساختمانی هستم، یعنی چه کارگرای دائمی و چه کارگرای موقت فصلی، و معلمان هنوز نیستن. مثلا فرض بفرمایید که معلمان جزو طبقه تازه شکل گرفته متوسطی بودن در قبل از انقلاب 57 و با درآمدی هم که داشتن، درآمدی بود در چارچوب، یعنی در لایه پایینی طبقات لایه‌های متوسط، طبقه متوسط ایران در واقع، اگه بتونیم اینجوری بگیم که از ببینید بحث طبقه متوسط که میشه بسیار مهمه، به این دلیل که در واقع بخش آگاه جامعه است و فرهنگ جامعه رو حفاظت میکنه در برابر فرهنگ حاکمی که میخواد تحمیل بکنه خودشو بر کل جامعه. دیگه در 45 سال گذشته دیدیم تا امروز. در قبل از انقلاب این طبقه متوسط تازه شکل گرفته بود به دلیل تحولات جامعه سرمایه‌داری ایران که بخش شما از آقای دکتر منصور خوندم براتون، و ساختار سرمایه‌داری در شهرها کاملا شکل گرفته بود و این طبقه متوسطی که میبایستی، این ساختار میبایستی آدمای خودشو پرورش میداد و این آدما باید این ساختار رو گسترش میدادن. این آدما کیا هستن؟ روشنفکران، نویسندگان و نهادهایی که حالا میتونست رسمی یا غیر رسمی شکل بگیره. نهاد غیر رسمی که هیچ وقت تایید نشد، مثلا کانون نویسندگان ایران، اون موقع خیلی نقش داشت، اهمیت برجسته‌ای داشت در بین روشنفکران و هرچند که هیچ وقت رسمیت نداشت مثل بعد از انقلاب. یا فرض بفرمایید کانون معلمان، سندیکای این آنچه که ما بعداً امروز داریم میبینیم از فعالیت‌های مستقل معلمان ایران در واقع ادامه آن چیزی است که در سال در دهه 30 در دوره نخست وزیری دکتر امینی و با همت دکتر محمد درخشش به وجود آمد و اون طبقه تازه شکل گرفته متوسط معلمان که ریشه در آموزش بعد از مشروطه داشتن در واقع از دوره رضا شاه به بعد، این اتحادیه مستقل معلمان شکل میگیره و این نهادهای مدنی بسیار تاثیرگذار بودن در تصمیماتی که حکومت می‌خواست بگیره. خب شما، من دارم بخش‌های طبقه متوسط رو میگم که چقدر اهمیت داره که از نظر اقتصادی این طبقه حفظ بشه برای در واقع حفظ هویت ملی و پیشبرد جامعه به سمت جلو. معلم‌ها بودند، اساتید دانشگاه بودند، هنرمندان بودند، نویسنده‌ها، شاعران و عرض کردم به طور کلی این جامعه فرهنگی و هنری و روشنفکری جامعه. در کنار اینها کشور، در کنار اینها وقت ادارات طبیعتاً وارد میدان میشن. این اداراتی که ساختار سرمایه‌داری تازه پا گرفته رو در واقع گسترش میدند، از فرض کنید اداره دارایی و مالیات گرفته که ساختار خودش رو منظم میکنه برای اینکه به ساختارهای قبل از سرمایه‌داری در واقع حمله بکنه. از طریق چی؟ از طریق مالیات، قبل از هر چیزی. و یه بار من توی یکی از برنامه‌های همین صفحه آخر عرض کردم که بذاریم من یکی از دوستانمون اومده چیزی برای من آورده، من ازش بگیرم، حواسم پرت میشه قبل از اینکه. ممنون. بسیار ممنون. یه بار توی یکی از برنامه‌ها اشاره کردم خدمتون که بازار در قبل از انقلاب بخشی از طبقه متوسط بود که باز در برنامه پیش آقای دکتر امانت فرمودن بهش نرسیدیم بپردازیم، که همین طبقه متوسط دو پاره شده بود. یک پاره به سمت تجدد رفته بود و یک پاره سعی میکرد از سنت دفاع بکنه. بازار یعنی همین پاره، و
و مذهبی هم بودن، فقط بازار البته نه. اون پاره که به سمت تجدد میرفت، عرض کردم اغلب معلمان، اساتید دانشگاه، دانشگاهی ها و مراکز تحقیقی، اینها نهادهایی که تازه شکل گرفته بودن. ولی در عرض کردم در حمله در واقع اداره تنظیم شده مالیات و تنظیمات مالیاتی به بازار، بازاریا می آمدن چه می کردن؟ در مقابلش ایستادگی می کردن از طریق درست کردن دو صورت حساب مالیاتی. یک دفاتر بزرگی بود اندازه کتاب‌های تاریخ مدارس قبل از انقلاب، کتاب های گنده‌ای بود. این دفاتر بزرگ اسمش بود دفتر روزنامه. این دفتر روزنامه رو میدادن دست مأمور مالیات یا میبردن به اداره مالیات، وزارت دارایی، مربوط به وزارت دارایی بود. همه بازاری ها تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، همه آج آقا های بازار که نمازشون ترک نمیشد، روزشون ترک نمیشد، به دلیل اینکه نمیبایست به دولت قاسب، به قول خمینی، مصباح یزدی، خامنه ای، نمیبایست به دولت پهلوی، به دولت غیر امام زمانی نمی بایست مالیات بدن، که بعضی اصلا مراجع میگفتن مالیات دادن حرامه به اینها، بعضی میگفتن خب این میتونید ندید. دو تا دفتر روزنامه داشتن. یک دفتر روزنامه که سعی میکردن مالیات رو، مثل بعضی حسابدارای همین غرب که سعی میکنن مالیات رو برسونن، یعنی درآمد مشتریشون رو برسونن به جایی که سقف مالیاتی داشته باشه دیگه طرف مالیات نده، تو ایران اینو بازاریا خودشون میکردن. دو تا دفتر روزنامه داشتن، اون موقع هم که هنوز اینترنت و این داستانا نبود، از طریق چوتکه حساب کتاباشون رو میکردن. و اینی که عرض میکنم تا سال 57 ها، نه اینکه مال زمان مشروطه باشه، تا سال 57 حساب کتاباشون رو، اون چیزی که تا سقف مالیات میتونست باشه و مالیات ندن، مینوشتن توی دفتر روزنامه. و به همین دلیل همیشه بنا به آنچه که به اداره مالیات میدادن، همیشه یا خرج و دخلشون مساوی بود یا اینکه بدهی اصلا بالا آورده بودن طبق اون چی که نوشته بود. و یه دفتر روزنامه برای حساب کتابی خودشون بود که اون پنهان بود، اون زیر پشت و پسله ها گذاشته بودن، اصلا هیچ ربطی این دوتا به هم دیگه نداشتن. این بخش طبقه متوسط، این بخش موند در واقع و رشد هم کرد تا انقلاب، به دلیل پیوندهاش با آخوندها، در واقع هزینه قدرت گرفتن آخوندها رو همین بخش دادن، همین بازاریا دادن، در مقابل بخش دیگری از طبقه متوسط که عرض کردم کیا بودن، اهل فکر و فرهنگ جامعه، تحصیل کرده ها اساسا. خب این بخش سنتی و مذهبی با تقویت آخوندها و آخوندها با تقویت اینها، در واقع که دیگه بحثش رو زیاد کردیم، زیاد بحث شده همه جا تا به حال، 45 ساله داره این بحث میشه، اینها تونستن ببرن در جنگ قدرت در واقع و قدرت رو به دست بگیرن. ما میبینیم که یه آدمی مثل محسن رفیق دوست، شاگردی میکنه در میدون تربار تهران، پدر فاضل خداداد رو، یعنی پدر فاضل خداداد که حالا اشاره کوتاهی میکنم که بگم این روند میشه به عنوان در واقع مسیر حرکت چگونگی مثلا انقلاب اسلامی از قبل از انقلاب به بعد از انقلاب از طریق این مهرهاش در نظر گرفت. مهرهاش که چه عرض کنم، ببینید برای نمونه، چون این نماد در واقع محسن رفیق دوست که میدانید راننده خمینی بود موقعی که خمینی از فرودگاه اومد تا بهشت زهرا و
ماشین خمینی رو مردم گذاشتن رو سرش، شون 12 بهمن 1357 این محسن رفیق دوست بعداً در پرونده‌ای که گفتن اولین پرونده اختلاس بانکی در ایران 120 میلیارد تومانی باعث شد که فاضل خداداد اعدام بشه. یعنی همین تقصیر رو انداختن گردن این بابا. قبلا درباره این پرونده صحبت کردیم. دو ضلع دیگر این که دادگاهشون قاضیشون محسنی اژه‌ای بود و محسنی اژه‌ای هم در برنامه اشاره کردم که یه خونه گرفت در فرمانیه از محسن رفیق دوست و پرونده رو به ضرر خداداد بست و او رو فرستاد اعدام، برای اعدام. اینو جزئیات چه گفتم براتون. محسن رفیق دوست قبل از انقلاب چجوری شده بود راننده خمینی و بعد چی شد؟ عرض کردم قبل از انقلاب اصلا آشنایش با فاضل خداداد این بود. او و مرتضی رفیق دوست که از فرماندهان قدیمی سپاه پاسداران و امنیتی سپاه بوده است و هست و از فاسدترین ها، آقای محسن رفیق دوست قبل از انقلاب شاگردی میکرد در میدون دربار تهران. همونجا لات و لوتا رو جمع میکنه، همین دریای لومپنی که میگوید آقای دکتر منصور که سرریز میکنه در انقلاب، لات و لوتا رو همونجا جمع میکنه. نقش هیئت‌ها، لومپن‌ها در قبل از انقلاب بسیار مهمه. یعنی شعبون جعفری‌های قبل از انقلاب در سال 32 جریان ملی شدن نفت، اینها که خیلی هم نبودن، محدود بودن، ولی خب رشد میکنه در بخشی از تفکر جنوب شهری، در واقع میاد جلوتر، نوچه بازی، نوچه داری، باند درست کردن، حالا در کنارش لوتیگری های خاص خودشون، اون فرهنگ لومپنی جنوب شهر تهران و بقیه شهرها، این میاد جلو تا میرسه به بخش مذهبی، یعنی لومپن های طرفدار آخوندها، کسایی که بخششون عرض کردم محسن رفیق دوستینا بودن، بخششون مؤتلفه‌ای ها بودن و فدایان اسلام بودن که از ترور دکتر حسین فاطمی گرفته که میان الان تو سیمای آقایون میگن خیلی راحت، از ترور احمد کسروی گرفته تا میاد جلوی گروه های تروریستی که میان جلو، و از طرف دیگه در کنار اینا، در کنار این گروه های تروریست، گروه های سیاسی هم بودن که ما در بحث سیاسی امروز نداریم، اونا متعلق به طبقه متوسط بودن، منتها طبقه متوسط غیر مذهبی، شیریک ها، مجاهدین، کلن گروه هایی که فعالیت های در واقع هسته های فعالیت شیریکی تشکیل میدادن در مقابل حکومت پهلوی، اینا همه زائیده طبقه متوسط بودن در همه کشورها. اینجوری اصولا اندیشه و مبارزه چه درست چه غلط از دل طبقه متوسطی که در میاد. عرض کردم این در مقابل فرهنگ حاکمی است که ما آنچه که در بعد از انقلاب هم دیدیم میبینیم که در تمام 45 سال گذشته آنچه که مقاومت کرده و در انقلاب زن زندگی آزادی در 1401 دیدیم، باز مقاومت طبقه متوسط در برابر فکر و فرهنگ تحمیل شده حاکمه، از در پیوند با موسیقی بگیرین، حجاب بگیرین، شیوه زندگی بگیرین، یعنی آزادی های مدنی و آزادی های فردی، اینا برای طبقه متوسطی که مهمه، نه برای سرمایه‌دار دومکلوف خیلی مهمه این چیزا، نه برای طبقه کارگر یا فرودستانی که اصلا فرصت پرداختن به این چیزا رو نداره. خب ببینید، من میخوام یک مقایسه ای بکنم. یه اتفاق دیگه ای افتاد در بلبشوی طبیعی انقلاب، انبوه سرمایه های انسانی و مالی فرار کردن، در واقع این بلبشو فراریشون داد، کارخونه ها، بنگاه های تولید و توزیع و تجارت به تعطیلی کشیده شدن، خیلی کارآفرینان به عمد رانده شدن، مدیران دستگاه مدرن اداری صنعتی و خدماتی ناگزیر از ترک کشور شدن، صاحبان علم و فن و هنر فلان فلان که عرض کردم من، و
آشفتگی انقلاب و ناآگاهی رهبران به قدرت رسیده از شیوه های کشورداری و جانشین شدن هوس های خام در جای یک سیاست خارجی سنجیده و منطبق بر منافع ملی، جنگ ایران و عراق رو به وجود آورد. و بعد از جنگ ایران و عراق شما میبینید 30 ساله که جمهوری اسلامی تا امروز ایران رو در آستانه جنگ نگه داشته، برای اینکه از هم مردم داخل رو سرکوب کنه، هم از جهان باج بگیره. همین امروز ایران در آستانه جنگ، 10 سال پیش در آستانه جنگ بود، 20 سال پیش در آستانه جنگ بود، در اواخر دوره رفسنجانی. چرا؟ مثلا دوره سازندگی هم بود. و بعد اگه یادتون باشه دولت خاتمی تنها دوره‌ای بود که اونم دوره اولش که اومد مثلا گفتگوی تمدن‌ها و بیاین آشتی کنیم و فلان و دیگه ترور نمی‌کنیم، همش هم بعداً تکرار شد و دروغ. باری این در آستانه جنگ نگه داشتن چه ضرباتی به اقتصاد ایران از اول زده. سمت و سویی که حکومت آخوندها در پیوند با اقتصاد ایران گرفته بسیار بسیار مهمه. این سمت و سو رو در حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌بینیم. یک مقایسه ای هست بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی کره جنوبی، برزیل و ترکیه. در هر سه قانون اساسی، در هر 4 قانون اساسی که نگاه میکنیم میبینین در آغازش یک نکته بسیار مهم متفاوت وجود داره. در قانون اساسی برزیل، کره، این کشورها به این دلیل که نسبتاً قابل مقایسه هستن با ایران سال 57، البته حالا آمارشو خدمتتون عرض میکنم، ایران سال 57 از اینا خیلی جلوتر بود. در قانون اساسی کره جنوبی، برزیل و ترکیه هر سه آمده است که، حالا این جدول من توضیح میدم خدمتتون، من اول این جمله رو تموم بکنم. در این قانون اساسی آمده است که در 3 کشوری دیگه غیر از جمهوری اسلامی که کشور متعلق به مردم است. یعنی چی؟ یعنی تمام آنچه که زیر این بند اول و یا دوم، مثلا در جمهوری اسلامی اینجوری قانون اساسیش، بند اول یا دوم قانون اساسی میاد، تمام آنچه زیر این میاد منوط به همینه. کشور متعلق به مردم است، بنابراین تمام، یعنی بر اساس این قوانین که می شود قانون اساسی، بر اساس این بندها ما باید کشوری که متعلق به مردم است رو حفاظت کنیم و باعث پیشرفت این کشور، یعنی دارایی مردم بشویم که نخستین داراییشون همین کشور. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم چیزی نداریم. هیچ جای قانون اساسی کشور متعلق به مردم ایران نیست. این انقلاب اسلامی موهبتی است الهی که این آخونده رو بریم بخونید دیگه. من اصلا نمیخوام این اراجیف رو برای وقت برنامه رو گرفتن دوباره بخونم، در همین حد عرض کردم که نیست. خب من میخوام این رشد مقایسه‌ای که الان گفتم، یعنی جدولی که دیدین، در سال 56 تولید ناخالص داخلی کره جنوبی و ترکیه هر کدام 60 میلیارد دلار بود، در قیاس با 84 میلیارد دلار ایران سال 56. امروز بعد از 40 سال، 45 سال تولید کره جنوبی با 1410 میلیارد دلار، یعنی 3.5 برابر، و ترکیه با بیش از 2 برابر ایران. الان همینجوری داره میره بالا دیگه. اون موقع چقدر بود؟ اون موقع کمتر 60 میلیارد دلار در قیاس با 84 میلیارد دلار. خب این در پیوند با فقط تولید ناخالص داخلی است، یعنی آنچه که در داخل کشور تولید می شود. بله ببینید دیگه، این مال سال 1350، یعنی در واقع دهه 50، سالهای منتهی به انقلاب 57. مقایسه رو دارین میبینین دیگه، این 4 کشوری که عرض کردم. و این رشد اقتصاد ایران، کره جنوبی، ترکیه و عربستان سعودی از 5 سال 6 سال قبل از انقلاب 57 تا همین اواخر چند ماه پیش. ببینید اگه بتونیم اون تیکه سیاه زیر تصویر رو برداریم که کامل پایین هم دیده بشه، بله ببینید اون
من نمیدونم احتیاج به توضیح داره یا نه، اون نقطه ایست که انقلاب سال 57 اتفاق میفته و بعد ببینید که طبیعتاً نمیتونه رشد اقتصادی ثابت باشه، که این رشد اقتصادی که نسبت به جمعیت و کل صادرات و واردات و غیره و غیره و غیره، ببینید این رشد اقتصادی ایران و خط کلفت قرمز و بعد بقیه کشورها رو ببینید، کره جنوبی ببینید کجاست. یکی از دلایل شما عرض میکنم خدمتون و بعد ادامه میدیم، در بودجه خاص، نهادهای خاص، فقط در همین سال 1402، فقط من یه دونه رو بگم که چرا، یکی از این عوامل اینه، اینکه چقدر اضافه شده از بهمن 57 تا امروز اختصاص دادن ها به بودجه یه طرف، آنچه که چقدر سیر صعودی داشته تا امروز، من فقط بال سال 1402 رو بگم، بودجه صدا و سیما 31% اضافه شده، شده 8000 میلیارد تومان برای یک سال. بودجه سازمان زندان ها، ببینید اینا معنی داره ها، که در کشوری که میاد انقلاب میکنه و میخواد مثلا آزادی و عدالت به وجود بیاره، بودجه هاشو نگاه کنید، سال به سال هم که زیاد میشه، این سال 1402 نسبت به 1401. سازمان زندان ها نزدیک به 10000 میلیارد تومان، 54.5% اضافه شده نسبت به سال قبلش. وزارت اطلاعات بیش از 2000 میلیارد تومان، از بدید اونجا 8000 10000، خیلی خوب، بیش از 21000، ببینید دقیق میخونم، وزارت اطلاعات بودجه شو دارین میبینین دیگه، 21984 میلیارد تومان، یعنی 22000 میلیارد تومان وزارت اطلاعات فقط در یک سال 43% اضافه شده بودجهش نسبت به سال قبلش. بعد بقیه رو ببینید دیگه، ستاد احیای امر به معروف 33% اضافه شده، آستان مقدس امام خمینی ره 71.5% اضافه شده، فرماندهی کل انتظامی 41% اضافه شده، شورای عالی حوزه‌های علمیه 60%، بیش از 60% اضافه شده. بعد دیگه بودجه های نظامی، حالا دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم 55% اضافه شده، بسیج سازندگی، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، حفظ آثار دفاع مقدس، این چرت و پرت. ببینید این همه بودجه در داخل، اینو من خوندم نه برای اینکه بخوام بگم چقدر اینا بودجه در از کجا به کجا وارد میکنن، چون میدانیم که این بودجه ها چگونه خرج میشه، درآمدها. آنچه که مهم است این است که بدونیم بعد از اون نکته‌ای که عرض کردم درباره قانون اساسی، که این کشور که متعلق به آخوندها محسوب میشود، و بعد سعی میکنیم که هفته آینده درباره این ساختار فاشیستی جمهوری اسلامی ایران توضیح بدیم، برنامه بذاریم، امیدوارم اتفاق خاصی نیفته و بشه اتفاق خاص مگر جمهوری اسلامی بره، و این غیر از این امیدوارم اتفاقی نیفته. در ادامه این روند مصادره ها هست که بلافاصله بعد از انقلاب، یعنی 5-6 روز بعد از 22 بهمن، خمینی فرمان صادر میکنه و همون رفیق دوستی که صحبتش کردم میذاره مسئولش، بنیاد مستضعفان درست میکنه و میگوید تمام این اموال و انفال، در واقع این انفال واژه‌ای که اصطلاحی که در قانون اساسی هم هست، یعنی آنچه هایی که در زمین به معنای دنیا، به معنای کشور، به معنای سرزمین، به معنای هر چیزی که هست، جایی که تحت سلطه حاکم اسلامی است،
چیزایی که صاحب نداره، هم از منقول و غیر منقول، هرچی، و آنچه هایی که متعلق است به دشمن یا فراریان، اینها همه جزء انفال محسوب میشه. انفال یعنی چی؟ یعنی متعلقات حاکم، متعلقات ولی فقیه. خب اینا همه مصادره میشه، میره توی بنیاد مستضعفان، رئیسش هم میشه همین انقدر عصبی میشم وقتی اینا رو توضیح میدم که فقط فوش میاد تو ذهنم، ببخشید. اسمشون برای همین یادم میره. همین رفیق دوست زیر پرچم خمینی. خب و بعد از استارلایت بگیرین تا آزمایش تا عرش، تمام اینهایی که کارخونه های اصلی که میتوانستن، غیر از نفت و پالایشگاه و اینها، کارخونه های صنایع غیر نفتی که می توانستند مملکت رو نجات بدن اگر حفظ می شدن و اگر درست مدیریت می شدن، اگر درست کشورداری می شد، می تونستن مملکت رو نجات بدن از صنایع مونتاژ و همینطور که الان کره جنوبی داره تولید پیشرفته داخلی قابل رقابت بالا در سطح جهانی داره، همین کارو بکنن. همش مصادره شد. جوراب استارلایت رو دادن به آخونده قفاری. یعنی نابود کردن، نابود کردن. خب این بخش نابود شده رو همزمان جنگ به وجود آمد، جنگ رو به وجود آوردن، اقتصاد جنگی به وجود آوردن، به اصطلاح اقتصاد کوپونی به وجود آوردن، و بعد از جنگ مثلا خواستن از طریق دولت سازندگی این رو بازسازی بکنن کشور. نمیخواستن قدرت رو، جنگ تموم شد، مجبور شدن یعنی تمومش بکنن. و خب دیگه این قصد اینا این نبود، اما برای حفظ خودشون میبایستی قطعنامه آتش‌بس رو میپذیرفتن بعد از 8 سال جنگ، و جام زهر رو میخوردن، مملکت رو نگر میداشتن، غیر خودشون رو نگر میداشتن در واقع. بنابراین دولت سازندگی آقای رفسنجانی میاد که میبینه هیچ چاره ای نداره، هیچی نمونده، نیروی ماهری نمونده، یا در جنگ کشته شدن یا در اعدام های 11000 نفره سال 67 کشته شدن. این 11000 نفری که من دارم میگم، این رقمی است که در برنامه یک بار من نقل کردم از آقای دکتر مهدی خزعلی که وزیر اطلاعات یکی از دوره ها که اسمش یادم میاد براتون میگم، او به آقای خزعلی گفته بود که 11000 نفر در سال 67 اعدام شدن، آماری است که او میداند. حالا باز تکرار میکنم بعدن که اینو موثق‌ترش کنم با نام شخصی که عرض کردم. باری نیروی ماهری نمونده بود و دولت رفسنجانی میبایستی مثلا دوره سازندگی رو آغاز بکنه برای حفظ خودشون. بنابراین تکیه میکنه به سپاه، یعنی نیروی در جنگ بوده، نیروی بی سواد، نیرویی که آمده میخواد سهمشو بگیره. و به همین دلیل قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رو درست میکنه و بعدم قرارگاه های دیگر رو، و به سپاه قانوناً مجوز میدن برای سرمایه گذاری که دیگه تا امروزش رو داریم میبینیم. من برای اینکه فرصت خیلی نداریم، میخوام چند نکته اساسی رو خدمتون عرض بکنم. یه نکته رو بهتون میگم که یکی از نتایج فساد در ایران رواج رشوه است که ابدا قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. از مجموع دستگاه‌های مختلف بیشترین پرداخت رشوه به شهرداری‌ها و ادارات مربوط به شهرداری‌ها داده میشه که یک نظر سنجی گذاشته است
وبسایت داده های باز ایران که پاسخ دهنده ها به این فراخوان گفتند که بیشترین رشوه رو به شهرداری ها میدن و حالا جداول دیگه مربوط به همین جداول عجب کلمه گفتم جدول های دیگه مربوط به همین نظرسنجی رو میبینیم که رشوه به شهرداری ها عمده دلایل پرداخت رشوه به شهرداری ها درخواست مجوز برای ساخت و ساز تغییر کاربری ملک یا بازسازی و گرفتن پایان کار یا لاپوشونی کردن خلافی است که عمدتا شهرداری ها متولی صدور این مجوز هان یا مثلا نظارت و بازرسی و این چیزا هستن که در یک برنامه من مفصل به این موضوع پرداختم در پیوند با مهدی تاج و برادرش اگه یادتون باشه. در همین رابطه سازمان غیر دولتی اگه بتونیم بگیم مولا احمد توکلی دیدبان شفافیت و عدالت که احمد توکلی نماینده سابق مجلس ادارش میکنه سال 1397 در یک مطلب تحقیقی درباره فساد در ادارات تهران اعلام کرده بود که شهرداری ها دلالان و واسطه های سازمان ها و اشخاص صاحب مقام گمرک اداره دارایی یعنی مالیات و بانک ها فاسدترین دستگاه های دولتی در پایتخت هستند. بعد در بین پرداخت رشوه به شیوه غیر نقدی که خیلی مهمه استفاده از سکه طلا، سکه های بهار آزادی یا مثلا طرح امامی معمول ترین شیوه پرداخت رشوه است. پاسخ دهندگان بنا به مورد کاری خود از 1 تا 25 سکه رشوه دادن، اما در شیوه غیر نقدی پرداخت رشوه از خیلی دامنش گسترده است که از لوازم خونه طرف گرفته، میگن آقا یه یخچال ساید بای ساید برات بخریم اینو امضا کن، تا به نام کردن یه قطعه زمین. بیچاره روستایی ها که میان کارشون میخوان انجام بشه، کشاورز ها، اعطای دامدار ها، اعطای گوسفند، واقعا اینا هست توی رده بندی، خرید گوشی موبایل آیفون، فرش دستباف، ادویه، زعفرون، اینا از رشوه های غیر نقدی معمول عادی برای پیشبرد کار تو ادارات و دستگاه مختلفه. یک چیز عجیب غریب دیگه هم هست، یعنی دو چیز در واقع، که یکیش یه مثقال تریاک یا شیره به عنوان رشوه که خودتون میدونین معمول هست یا نه، و یکی دیگه که بیشتر از طرف فرد رشوه گیرنده درخواست میشه رابطه جنسی. این رشوه نتیجه حکومت هم کارآمد هست و هم اسلامی هست و هم سیستم اقتصادی درست جمهوری اسلامی که همه رو از لحاظ مالی در واقع به فقر کشونده و هیچ اخلاقی هم وجود نداره. اخلاق که وجود نداره، بذاریم من قبل از اینکه از بی اخلاقی بگم که خیلی مهمه البته، بگم که در فقری که عرض میکنم وضعیت نامناسب معیشتی کارگران و خانوارهای کارگری به نحوی است که آنان گرسنگی خود را با درست کردن یک تخم مرغ ساده یا املت برطرف میکنند. هزینه های زندگی به حدی بالا رفته که کارگران برای تأمین آن مجبورن به شغل دوم و سوم رو بیاورن. کارگران و آمارها نشان میدهد 70% کارگران برای تأمین معاش خود شغل دوم دارن. نیمی از درآمد میشه خرج غذای ساده نون و تخم مرغ. آخر آبان 1402 با افزایش سرسام‌آور هزینه های زندگی در ایران، قیمت یک پرس چلو کباب کوبیده ارزان قیمت در تهران تا 2 برابر کل بودجه خوراکی روزانه یک کارگر است. تحقیقات داده های باز ایران
نشان می‌دهد که در حال حاضر حداقل هزینه تا یک پرچول کباب کوبیده در مناطق جنوبی و مرکزی تهران بین 120 تا 200 هزار تومانه، این در حالی که طبق قانون مصوب حداقل دریافته یک کارگر ساده با یک فرزند در سال 1402 با احتساب حقوق قانونی کمتر از 7.5 میلیون تومان در ماه یا به عبارتی 250 هزار تومان در روزه. این پول باید صرف تامین هزینه اجاره خانه بشه، باش قبض آب و برق پرداخت بشه، گاز و تلفن پرداخت بشه، هزینه های ضروری و خب تامین غذا هم هست دیگه. آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1401 نشان میدهد که به طور متوسط 20 تا 46 درصد هزینه های خانوارهای شهری صرف تامین غذا و مواد خوراکی میشه. این نسبت خب تو خانواده های کم درآمد بیشتره طبیعتاً و میرسه به 46 درصد به بالا، یعنی تقریبا نیمی از درآمد خانواده خانوار به طور کلی، نانآور خانواده، نصفش خرج خوراکی میشه که عرض کردم چیه و نصف دیگه‌ش هم خرج کرایه خونه و آب و برق. و خب برگردیم به این مسئله بی اخلاقی رو من عرض کنم تا قبل از اینکه برنامه تموم بشه. ببینید در اخبار من نگاه میکردم، من نمیدونم که شما دوستان در اتاق فرمان دارین مطلبی مربوط به این نکته که میخوام عرض کنم یا نه. از گم شدن ها، از جمله گم شدن نان آرد و برداشتن گم شده. بذارین من اینو پیدا کنم که نکته بسیار مهمی است، مسئله اخلاق. به هر حال اگر نیست مهم نیست، میگذریم میریم جلوتر و بعد برمیگردیم. بله هست اینجا، درباره نان داریم این لینک رو داریم. جامعه چه برخوردی دارد با این قضیه؟ عرض کردم مردم، بارها گفتم مردم دستشون تو جیب هم دیگه است برای اینکه خودشون رو نجات بدن دیگه. گم شدن روزانه روزی 50 میلیون نان لواش، خوراک 5 میلیون خانوار. این آماری است که خود جمهوری اسلامی داریم می‌بینین دیگه. رویداد 24 از طبق اعلام مشاور وزیر اقتصاده که منتشر کرده، آجان روزی 50 میلیون نون لواش، خوراک 5 میلیون خونوار رو گم که میشه، یعنی چی میشه؟ گیرم نونوایی هم تو این دوزی دست دارن، این آدم های شریف. خب باشه گیرم. خب این چه سیاست درخشانی بوده است در سهمیه بندی آرد، رانت خاری، دزدیدن هایی که دیگه در برنامه ها کردیم، من نمیخوام عرض کردم جزئیات رو بگم، که میرسه به یه همچین دزدی که یعنی انقدر قاچاق کردین شما و انقدر فشار آوردین که میرسه به جایی که روزی 50 میلیون نون لواش گم میشه. این عرض کردم اینا باز نشان دادن فقط نمادهاست در جامعه بی اخلاق شده، بی فرهنگ شده، فقیر شده ایران زیر عبای اسلام ناب محمدی روح الله خمینی و سید علی خامنه ای. ببینید من یک مقایسه میخوام بکنم از سال 55 تا امروز که باز مقایسه ایست با تکیه بر تحقیقات آقای دکتر حسن منصور. یک تومان سال 1355، آخرین سال عادی پیش از تغییر نظام حکمرانی کشور به جمهوری اسلامی، از حیث قدرت خرید، این مهمه،
از حیث قدرت خرید برابری می کند با تقریبا 6000 تومان شهریور ماه سال 1401. یعنی اگر در این مدت درآمد هر فرد ایرانی همگام با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به همان اندازه تقریبا 6000 برابر افزوده میشد، چون یه تومن سال 55 به لحاظ قدرت خرید ها 6000 تومن الان، اگر قرار بود که درآمد هر ایرانی هم همینقدر بره بالا، سطح معیشت اون وقت، اون چیزی که گیرش می اومد، قدرت خریدش مثل سال 55 میموند. که عرض کردم ما نمیشنیدیم که بگن بعض مردم خیلی بده. خب آیا 6000 برابر شده دستمزد از اون موقع تا حالا؟ تردیدی نیست که اینطور نیست. از کاهش سطح زندگی و بیشتر از آن افزایش آن نشان می‌داشت. این تغییر در نرخ ارز نیز بازتاب دارد، به طوری که دلار هفت تومانی اون موقع 1355 امروز بیش از 50000 تومان. فرصت داریم که من دلایلش رو توضیح بدم یا اینکه ببینید، من میخوام به سرعت در تعادل، در واقع بی تعادلی های اقتصاد، اگه بشه گفت ملی ایران رو توضیح بدم. در آغاز 1400 سهم هر ایرانی از تولید ملی به 57% درآمد سال 1355 کاهش یافت. 55% کاهش پیدا کرد و مطابق قانون بودجه سال جاری از هر 100 ایرانی ساکن ایران 71 نفر به بسته های معیشتی نیازمند شدند، یعنی 60 میلیون نفر از 84 میلیون نفر. در همین فاصله تولید، در همین مدت تولید ملی سالانه ترکیه با قیمت ثابت قریب 3 برابر و کره جنوبی حدود 8 برابر شد. گزینش این دو نمونه از آن روز که در سال 1355 تولید ملی آن دو کشور حدود 60% تولید ملی ایران بود، ولی الان 8 برابره. 2856 تومان پایان سال 1399 خورشیدی به اندازه 1 تومان سال 1355 قدرت خرید داشت، نزدیک 3000 تومان. بین 5 تا 8 میلیون ایرانی بناگزیر در کشورهای دیگر ساکن شدند و کشور از ظرفیت عظیم خدماتی آنان محروم ماند. در دهه گذشته سالانه به طور متوسط 150 تا 180 هزار جوان در سن آفرینش و تولید از کشور خارج شدند و صندوق بین المللی پول ارزش مالی این سرمایه فراری را سالانه 50 میلیارد دلار اعلام کرد. به موازات فرار سرمایه انسانی در 10 سال گذشته موافق آمار بانک مرکزی 150 میلیارد دلار از کشور خارج شد و حجم سرمایه خارج شده تنها در سال 1399 خورشیدی برابر شد با 17 میلیارد دلار. اعتیاد گسترده و تنفروشی ابعاد میلیونی گرفت، گورخوابی، پشت بام خوابی، زباله‌گردی در شهرها شایع شد، با اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی همزیست شد. در سال 1400 در تمام دنیا تنها 34 کشور فاسدتر از جمهوری اسلامی هستند. نمره درک فساد کشور 146 از 180 و تنها 19 کشور بی‌قانون‌تر از جمهوری اسلامی شناخته شدند. شاخص حکومت قانون 109 از 128. در گزارشی در پایان سال 1400، گزارش گزارشگران بدون مرز درباره آزادی اندیشه و بیان، جمهوری اسلامی از میان 180 کشور در ردیف 174م، یک پله بعد از سوریه و دو پله جلوتر از چین قرار گرفت. جمهوری اسلامی بالاترین شمار اعدام
نسبت به جمعیت را در تمام جهان داراست و بیگمان میتوان درباره هر یک از این عنوان‌ها رساله ها نوشت و گفت. خب ببینید، آنچه که مهمه، آنچه که اول برنامه عرض کردم، آنچه که مهم است چرایی اقتصادی انقلاب 57 و بنا به ارزیابی حالا با تعنی عرض میکنم اکثر اقتصاددانان از جمله دکتر حسن منصور، پمپاژ پترودلارها به جامعه مثل اینکه پمپاژ بسیار بسیار بیش از ظرفیت یک حجم کوچک رو، حجم اقتصاد ایران در سال 50، در دهه 50 رو در نظر بگیریم، قادر به پخش در واقع این ظرفیت در درون ساختار اقتصاد اون موقع نبود. ساختار اقتصاد بسیار محدودتر از الان بود، کشور به تازگی صنعتی شده بود، نیروی کار ماهرش اندک بود، نیروی کارگریش اندک بود، حتی صنایع نفت و گاز ایران هنوز در مراحل پیشرفته‌ای به معنای گسترش یابنده در بسیاری از شهرها و سفره‌های نفتیز ایران هنوز قرار نداشت. با وجود این روزانه 6 میلیون بشکه نفت میتونست بفروشه و میفروخت در مقطعی، و درآمدی که بود این درآمد رو اقتصاد ایران نمیتونست جذب بکنه و نیروی کار ماهرم نداشتیم. خب این صرف خدمات میشد بیشتر و این خدمات نیروی جامعه روستایی رو جذب شهرها میکرد، در حالی که در شهرها بیکار میموندن و این همون نیروی توده‌ای انفجاری انقلاب 57 رو سبب میشد. یک فرایند بغرنج تاریخی که بالاخره با این مثال در واقع مصداق کامل یافت که راه جهنم هم با آجرهای حسن نیت فرش می شود. خیلی من حرف زدم، ببخشید. بریم یک پرده آخر توپ ببینیم. بریم پرده آخر. اون روزها بگردونش تو دریا، دهن تو باز کن که ببینه داخل دریا رو، عجایب رو ببینه. میگن معراج یونس بود که عجایب در دریا عجیب خیلی داره. همسته شبانه روز بود، بعد انداختش بیرون. داخل دهن ماهی حالت اسیدی داره با قول ما. وقتی انداختش بیرون تمام بدنش مثل پوسکنده اینجوری بودش که افتاد رو شنا و اینا. خب کنار دریا حشرات و چه و فلان زیادن تو بدن اینجوری. خداوند برای اولین بار کدو رو خلق کرد کنار او، حالا موند کدو، البته کنو کدوی برگای پنی داره، برگاش اومد رو بدنش، برگ کدو نمیذاره حشره بشینه، حالا برید ببین حشره نمیان نزدیش که رو بدنش نشینه. به خود یونس هم وحی کرد خدا، یونس سوراخ اون کدو رو بمیکش، اما همجوری بمی، خیلی مؤثره برای بدن. شب و روزگار خوش.